ما توی اتنوگرافی شهر اغلب گرایشمون به سمت گروه های حاشیه‌ای، اقلیتی، حاشیه اون چارچوب های قانونی و اینهاست. برای همین هم دائم این کشمکش ها با ساختارهای فرادستی و ساختارهای حالا یا حکومتی یا شهرداری، پلیس و امثال اینها دائم وجود داره و به هر حال ما هم توی این کشمکش باید جای خودمون رو پیدا کنیم. و حالا در مورد جایگاهتون، باز اینم خیلی چیز کلاسیکیه که ما وقتی که به گروهایی که کنار خیابون هستن یا توی حاشیه شهرها زندگی میکنن رجوع میکنیم برای کار اتنوگرافی، خب هیچ وقت اعتماد از همون اول وجود نداره، به خاطر اینکه این گروه ها به دلایل مختلف همیشه مورد انگزنی هستن یا اینکه همیشه حضورشون ناخوشایند تلقی شده، یا ساکنان قبلی یا مثلا همون شهرداری همیشه خواستن اینها رو برونن و معمولا کسانی که میرن سراغشون کسانی هن که در نهایت قصد دارن که اونها رو از اونجا فراری بدن. واسه همین حضور یک پژوهشگر یا اتنوگراف هم به همون منوال ممکنه که تهاجمی برداشت بشه، کاملا قابل درکه. اتفاقا باز به شما این اطلاعات رو میده که تا چه حد رابطه این افراد با کسانی که از بیرون میان، حالا یا اینکه سابکارن و میان کارگر انتخاب کنن، یا اینکه کسانی هستن که در واقع از همون بعد به ورود حضور اون کارگران در اونجا رو و ماهیت وجودی اونها رو زیر سوال میبرن و در واقع یه جور نزاعی به وجود میاد. این خودش خیلی نکته مهمیه که ببینیم که روابط اونها با خارج از گروه خودشون چگونه داره تعریف میشه. داره توی یک محیط پر نزاع نسبتاً تعریف میشه، به خاطر اینکه هر آدم خارجی اگر سابکار نیست پس حتما میخواد حضور اونها رو در اونجا با تهدیدها مواجه کنه، تهدیدشون میکنه و خطر محسوب میشه. چیزی که میخواستم بگم این که شما اکثرا خیلی سریع اصرار دارید که خودتون رو به عنوان پژوهشگر معرفی کنین و سریعا بهشون ثابت کنید که حرفتونم راست، کارت دانشجویی نشون بدید و اینها. چیزی رو که باید مد نظر داشت اینه که شما وقتی که میخواید اتنوگرافی انجام بدید، چیزی که باید مد نظرتون باشه اینه که اولویت اون فضا و کنشگران اون فضا اولویت شما هم بشه. اگر که شما بخواید اولویت شخصی خودتون رو که از خارج از میدان به میدان آوردید تحمیل کنید، مسلماً آدما یه کمی جا میخورن. خیلی وقتا ممکنه که احساس کنن که دارن تهدید میشن یا اینکه به شما اعتماد نکنن. خیلی وقتا مکالمه کاملا منقطع میشه و دیگه خیلی صحبتی هیچ کس برای گفتن نداره و خیلی اتفاقات ناخوشایند دیگه که ممکنه به اون امتداد و استمرار مکالمات شما با افراد و مشاهدات شما لطمه بزنه. برای اینکه این اتفاق نیفته بهتره که شما هم اولویت های کنشگران اون فضا رو و اولویت میدان رو اولویت خودتون بدونین. یعنی اینکه حضور شما در اونجا به خاطر این نیستش که اون لحظه به خاطر اینکه دارین کار پژوهشی انجام میدین، شما برای اینکه واقعا بتونین ادغام بشین و مشاهده مشارکتی بتونین انجام بدین، باید به هر حال این رو بپذیرین که وقتی من تو اون فضا هستم برای اینکه بفهمم چه اتفاقی میفته باید منم الان حضور خودم رو با اینجا مثل اون کنشگرانه دیگه تعریف کنم. برای همین تا حدی مجبور میشید که کار مشارکتی هم بکنید. برای اینکه از همون اول اگر که شما بگید من اولویت حضورم در اینجا به خاطر انجام کار پژوهشیه، این فاصله هیچ وقت از بین نخواهد رفت. ولی شما در مقاطعی باید ثابت کنید به سایر کنشگر، به مخاطبان خودتون باید ثابت کنید که اولویت‌های اونها اولویت‌های شما هم هست و اینکه جهان شما با اونها انقدر فاصله نداره. درسته که از ابتدا اینطور نیست، ولی این باید هدف اصلی شما باشه. پس شما تمام مدت اونجا در تلاش هستین که اون فضا رو مثل اونها ببینید، نه به عنوان میدان پژوهشتون. خودتون رو یکی از اونها ببینید، نه به عنوان یک پژوهشگر خارجی. بر همین هم شما حضور خودتون رو در اونجا باید سعی کنید که بیشتر با توجه به اولویت‌های مخاطبانتون تعریف کنید تا اینکه با اولویت شخصی خودتون که از پیش تعیین کردید. اینجاست که در حقیقت اون ترانزیشن اتفاق میفته و شما میتونید سویچ کنید از جهان خودتون به جهان مخاطبانتون. اونجا هستش که شما میبینید چقدر
مکالماتتون گرم میگیره و صحبت میشه و صحبت اتفاق میافته و اینکه خود شما هم یه دفعه وارد یک فضای دیگه ای از سوال و جواب میشین و همه اینها مغایرتی نداره با اینکه شما دارید کار پژوهشی انجام میدید، به خاطر اینکه شما به هر حال سوالاتون همیشه مطرحه، به هر حال شما اونجا جدیدین، به هر حال هیچی راجع به اون فضا نمیدونین و همش دارین یاد میگیرین، خب پس به هر حال دارین یک عالمه اطلاعات جمع آوری میکنین و در ضمن لزوما مخاطبانتون رو گمراه نکردین یا به اونها دروغ نگفتین، به خاطر اینکه اگر از شما بپرسن حالا داری اینجا چی کار میکنی، شما میتونین بگین من برام جالبه که ببینم اینجا داره چه اتفاقاتی میفته، میخوام بهتر بفهمم، ببینم که کارگرای سرگذر با چه مشکلاتی دارن سرکله میزنن، ببینم قیمت چطوره، یه سری صحبت هایی که باز بیشتر دغدغه ذهنی اونها باشه برای اینکه براشون ملموس تر باشه که دقیقاً شما دنبال چی هستین اونجا. سوالایی که دروغ نیست، به هر حال سوالای شما هست، ولی باید اونها رو طوری مطرح کرد که برای اونها قابل درک باشه.